دوستان عزیز، در منزلی هستیم و برنامه میخوایم براتون اجرا کنیم که براتون سابقه داره، چندین نوعشو شنیدید تا حالا. بی مقدمه شروع میکنم. خانم خودتون رو معرفی کنید. من اعظم اشتاردی. این خانم نه نامه نوشتن که در مسابقات ما شرکت بکنن، نه گله‌ای دارن، نه چیزی. ما از ایشون سوال میکنیم. شما از زندگیتون راضی هستین خانم؟ البته. راستشو بگین. والا دروغم چیه؟ بچه هم دارین؟ بله. چند وقتشه؟ دو سالشه. بله. از شوهرتون راضی هستی؟ خیلی. شبا زود میاد خونه؟ خب بستگی داره به کارش. آه. هر وقت کار داشته باشه دیر میاد. بله. کارش چه کاریه که شبا دیر میاد خونه؟ هنرمندی. به به. چه هنری داره؟ خوانندگی. خوانندگی. بله. اسمش چیه؟ جمال وفایی. جمال وفایی. خب فعلا با اون کار نداری. بله. اون رادیو هست، هر وقت میخوایم باهاش صحبت میکنیم. تو خونه زیاد میخونه؟ خیلی. بگردم واسه اون گوشاتون و اعصابتون. اتفاقا خوشم میاد، ناراحت نمیشم. خب آخه کمش خوبه اینکه خیلی بخونه باشه. فایده نداره. شما خودتونم میخونین؟ نه خیلی. این جمعیتی که اینجا هست خانواده وفایی هستن. 4 برادر و 1 در واقع اضافه همی که برادر شما اونجا صداتون نمیاد. خواهش میکنم انقدر تبلیغ نکنی. برادر که نه، نور چشم منه. 4 برادر و 3 خواهر. 2 شوهر کردن و تشریف بردن، یکیشون هنوز شوهر نکرده و از برادران فقط مثل این که جمال ازدواج کرده. خب خانم شما یه دقیقه اجازه بدین که این دختر خانم بیاد اینجا بشینه، خواهر جمال آقا. بله. یه آواز اول واسه همون بخون. قصه نخور ای دل دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. وای 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 که باور نکنم عدل خدا رو. نه نه نه. وای بر تو که بازی چه بگیری دل ما رو. چشمم اگه پر آب بشه وای به حالت، اشکم اگه سیلاب بشه وای به حالت. این دل به خدا طاقت آزار نداره، از غم اگه سیلاب بشه وای به حالت. قصه نخور ای دل دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. وای 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 که باور نکنی عدل خدا رو. وای 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 که بازی چه بگیری دل ما رو. انشالله یه روزی همین تحصیدارم از دست میدین. نمیخوام ادامه بدم، همین برای خودم همون بهتر، همون بهتر که ادامه رو بخواهی بدین. شما هم فعلا بفهم چندمین برادری؟ من سومیم. سومیم. یعنی سدونگی صدا داری؟ تا اندازه ای. تا اندازه ای. چی میخوای برامون بخونی؟ حالا یکی از ترانه داداشم که خیلی علاقه دارم بهش، یه دو خطش واسه شما میخونم که شنوندگانم گوش کنن. اون گیتار چیه صدا میاد؟ والا اینو عباسون دوست داره. داداشت؟ بله. اینو دوست داره که فعلا تا قبل از صحبت تمرین میکنه و میزنه و علاقه هم داره. الان با شما میزنه؟ بله، میخوان همکاری کنن، محبت میکنن، شما همکاری میکنن. ارکستر هم دارین اینجا دیگه. بخون ببینید. کاش که آفتابی میشد این آسمان زندگی، کاش که بیگانه بودم با این همه افسردگی، کاش که دنیا غم نداشت این همه پیچ و خم نداشت. هیچ دلم سرده نبود، چشم زمانه نم نداد، چشم زمانه نم نداد. که به خود وعده دهم، وعده به آینده دهم، وعده برای فردا، فردا
صدای خوب و زیبا. تو که بیا خدایا دنیا شود به کامم، کی شود آن روز بیا دنیا شود به کامم، کی شود آن روز بیا دنیا شود به کامم. باریکالله جمال وفایی، اصل شما خونده آقا، زحمت ما رو هدر دادی. باریکالله، واقعا باریکالله، خیلی قشنگ خونده. خب حالا خودتو معرفی کن. من کمال وفایی. چند سالته؟ 28 سالم. 28 سال. همتون یک کل زندگی میکنیم. باریکالله، باریکالله. اون وقت دعوا مرافع هم مثل اون بچگی ها داریم با هم؟ نه، فقط چیزی که نداریم دعوا، که اونم انشالله به زودی. نه نه نه، هیچ وقت. اتفاقا روز به روز با هم بیشتر اونس میگیریم که کمتر باشه. خب یه دقیقه پاشو، یه دقیقه پاشو. خود وفایی بیا فعلا. سلام جمال. سلام از اینکه محبت کردی، ما رو دعوت کردی، اومدیم، پذیرایی کرد خانومت، خودت، خیلی ممنون هستیم. این کانون گرمتون واقعا منو خوشحال کرد. همه برادر خواهر اینا دوره هم هستین، واقعا بهتون تبریک میگم. تصدق شما، من خیلی خیلی خوشحالم که امروز به اصطلاح از توی خونم با شنوندگان عزیز رادیو ایران صحبت میکنیم، براشون میخونیم. امیدواریم که همه همیشه همینطوری گرم و خوش و خوب باشن. تا ببینیم حالا شما هم میخواد چه سوال کنیم، ما هم به شما جواب. سوال ببین زیاد ازت شده، بارها خود من تو همین برنامه شما رادی ازت سوالایی کردم. امروز جریان حرف و گفتگوی ما چیز دیگه است. این قضیه آواز تو خانواده شما ارثیه؟ بله، من مرحوم پدرم همیشه میگفتی که پدر منم صداش خیلی خوب بوده، حتی مادر پدر منم صداش خیلی خوب بوده. بله. چند از کی، از چه سالی، از چه سنی حس کردی که میتونی بخونی؟ من درست یادم می که با مرحوم پدرم در بعضی محافل میرفتم کمکش میکردم، میخوندم. چند سالت بود؟ کلاس اول بودم. اول ابتدایی؟ اول ابتدایی 6 سالت؟ بله 6 سالم بود. چند سالت الان؟ الان 33 سالم. 33 ساله. بله. 6 سال 27 ساله؟ بله. میخونم. البته 14 سال 13 سالشو میشه استادم کار کردم، آقای اسماعیل مرتاش. بله بله. زندگی اومدیونشون هست. خیلی بله. خوشحال هستیم که شما اینطور حق شناس هستید. از چه سالی به رادیو اومدی و به وسیله کی و چی شد که اومدی رادیو؟ رادیو جشن هنری بود در دانشگاه تهران، سالن هنرهای زیبا. منوهین اومده بود اینجا. من به اصطلاح انتخاب شدم که آواز بخونم. البته اونجا آقای حسین قوامی هم آواز خوندن. در خدمت ایشون بودم اونجا. من اون شب یک افشاری خوندم که با ساز آقای اصغر بهاری، آقای دکتر بکشلی من انتخاب کرده که من اونجا آواز بخونم. من در اون برنامه خوندم و از دو روز بعدش من دعوت شدم به رادیو که اومدم. افتخار نصیب من شد که بیشتر فعالیت هنری بکنم. البته تا الان که چند وقته الان؟ تقریبا 4 سال پیش. 4 سال. قبل از اون برنامه چی؟ کلاس اول دبیرستان که اومدم تو برنامه کودک میخوندم که همین آقای شارخ نادری که این مقابلت چقدر تو برنامه با ما توپید و چیزا حالا بگذاریم، تو برنامه ها ما اونجا میخوندیم. مرحوم صبحی بود، خانم رهبری ما رو گویندگی میکرد. یه سالی من قبل از اینکه بیام رادیو در فرهنگ فعالیت داشتم. بله. معلم بودم. بله. و یک سالی در مدرسه کارهای هنریشون. بله. انجام میدادیم و معلم بودیم. من کلاس سوم بودم که شما پیش برده یه بچه شکمو رو به من یاد. سوم ابتدایی. بله سوم ابتدایی. اون موقع یادمه که من رفتم تو اون مدرسه، گفتم کی صدا داره. 3 نفر آوردن از بین همون 200-300 نفر. و بین اون 3 نفر اینم به اکراه ما قبولش کردیم. بله بله. پارتی بازی کردن. نه واقعا علاقمند بود، صداش هم خوب بود و یک دو تا پیش پرده خوند و تصنیف بود. بله بله. پیش پرده قدیم میخوندم. بله. یه تصنیف از خانم دلکش خوند. و برای شنوندگانمون روشن این قضیه، چندین بار در برنامه‌های مختلف جشن‌ها این کارو شما کردی و عبدالکریم اصفهانی خواننده ها هستی. بله بله. آها من فهمیدم. اولین ترانه ای که تو رادیو خوندی پخش شد چی بود؟ از آقای مهدی خالدی بود. چی بود اسمش؟ آهنگی بود
شب این سرگی سوی ندارد که تو داری آغوش گلین، آغوش گلین بوی ندارد که تو داری، که تو داری. یه همچی از آقای مهدی خالدی بود که آقای جواد معروفی هم تنظیم کردن در برنامه گلها خوندن. آخرین ترانه‌ای که خوندی چی هست که پخش شده از رادیو؟ از رادیو خوندم پخش شده. منو اندازه جون میخواست و ای کاش نمیخواست، خنده هاش میگفت میخوام وای که ماش نمیخواست، دل به دل راهی داره هاشا دیگه بی اثره، تو دلش میخواست منو اگه تو چشماش نمیخواست، منو میخواست و روزی صد دفعه میگفت ولی حیف واسم روزش میخواست، برای فرداش نمیخواست. یه چیزی بود که اهل آقای حسین صمدیه، شعرش هم از آقای محمد علی بهمنیه. از صدای کدوم یکی از خواننده های رادیو و همکارات خوشت میاد؟ خدمتتون عرض کنم که الان رادیو صدای همشون نه، و همینطور هم هست. یه موضوع خدمت، چرا همینطور هم هست؟ دوست داریم رادیو بلی... مثل یه باقیه که انواع اقسام گل ها هست، آدم وقتی واردش میشه همه رو نگاه میکنه. ها همه رو نگاه میکنه، موقع خروج یواشکی که باغبونه نمیپاد یه دونش میچینه میبره بیرون. والا از صدای همه خوشم میاد، من از فهمی که من یه وقت زمزمه میکنی از کدومشون زودتر سر زبونت میفته به ذهنت میاد زمزمه کنی؟ من از اون کوچیکی رو صدای به اصطلاح ایرج علاقه من بودم، به صدای ایرج علاقه من بودم که اومدم و به اصطلاح الان هم صدای ایشونو خیلی دوست دارم، صدای آقای گلپایگانی دوست دارم، صدای آقای شهیدی دوست دارم، آقای محمودی خونساری دوست دارم، همه اینا رو صداشون دوست دارم و از هر کدوم یه لذت میبرم. به اضافه فهمی که کلمه رو من بگم و یکی از دیگر خوانندگانی که خیلی جدا من بهشون علاقمند هستم که خیلی هم به من محبت دارن آقای بدیزاده هستن که ایشون خیلی جای خود دارن و به آهنگای خیلی خوبشون اکثرا من خوندم و ایشون به گردن بعضی ها هم حق دارن و هم دوستشون دارن. خب یه دقیقه حالا پاشون عباس آقا بیاد اینجا ببینم. این یکی برادر اسمش عباسه، منتها شما به نام وفا میشناسیدش و با نام مستعار وفا یکی دو هفته قبل برای شما برنامه اجرا کرده و صداش هم مورد توجه قرار گرفته، صدای خوبی داره. چی شده که شما همتون به خوانندگی رو کردین شما برادرها؟ تا اون زمانی که مرحوم پدرم میخوند ما خیلی کوچیک بودیم و اون موقع خوندن به سر ما نمیدونستیم چی اصلا هست، موقع نمیتونستیم تشخیص بدیم، ذوقش نداشتیم چون خیلی کوچیک بودیم، ولی از زمانی که متوجه شدیم جمال میخونه و ذوق خوندن رو به صلاح اون به ما یاد داد و ما رویه اون رو پیش گرفتیم، چون اون میخوند ما خوشمون میامد، ما هم دوست داشتیم بخونیم، این اون خوب بخونیم خوشمون میامد. خب یه مدت بخونه ما جمال جان، ما هم میخوام خواننده شی. درس هم میخونی؟ بله. کلاس چندی؟ من نه دیگه زنداداش لو داد میگه سه سال پنجمه. نه زنداداش خودم من لج خب سه سال پنجمش دلیل داره، برای اینکه زگهواره تا گور دانش بجو، اگه همه رو یه سال بخونه 11 سال درس بخونه دیگه چی بخونه؟ من سالی دیگه شروع میکنم ششم میخونم. امسال ولش؟ نه دیگه امسال این پنجم قبول شدم و شدی قبول از اول مهر ماه، بعد سه سال تبریک عرض میکنم. مثل پنجمت سه سال بخونی اونم موفق بشی که بدخواه شماست. جمال جون بیا اینجا ببینم یه چیزی یادم رفت ازت بپرسم، بچه دختر یا پسره؟ دختر مژگان. چند وقتشه؟ دو سال و یه ماه، دو ماه. دو سال یکی دو ماه. کار تازه چی داری؟ کار خوندن تازه چی داری واسه برنامه همین امروزمون؟ داری چیزی؟ یه چیزی برای تو میخونم، عباس گیتار میزنه، بچه ها با هم کور میگیم خودمونو، کمال ضرب میزنم، یه آهنگی هست که ارکستر خانوادگی. بله بله خیلی خوب، چه بهتر.
مجلس ما دگر امروز به بستان ما نه، عشق خلوت به تماشای گلستان ما نه، مجلس ما دگر امروز به بستان ما نه، عشق خلوت به تماشای گلستان ما نه، مجلس ما دگر امروز به بستان. عشق خلوت به تماشای گلستان مانم، تو سر زلف پریشان تو محبوب من است، راست میگی والا بلا روزگارم به سر زلف پریشان مانم، مجلس ما دگر امروز به بستان مانم، دی به بستان مانم، عشق خلوت به تماشای گلستان. خیلی متشکریم، بسیار عالی بود. از هیئت ارکستر وفایی هم تشکر میکنیم. البته این آهنگ از قدیم ساختای آقای مهرتاش بود. بله، امیدوار هستیم که همیشه موفق باشی، برای خانوادت مؤثر باشی، مفید باشی، برای اجتماعت همینطور این صفا و صمیمیت بین خانوادتون باشه. امیدوارم سالیان سال سلامت بمونی و برای مردم این مملکت که دوستت دارن و عاشق هنر هستن سلامت بمونی و برنامه اجرا. جدا خیلی سپاسگزارم. خداحافظ شما.